اگر شخصی به شما بگوید روانش و احساسش با جنسیت فیزیکیش ناسازگار است جواب شما به او چیست؟ اگر بگوید از نظر جنسیتی در یک بدن اشتباه به دنیا آمده به او خواهید گفت باید با این بدن بسازد یا توصیه میکنید آن را تغییر دهد؟ سلام شاید بهتر باشد از زبان یکی از کسانی که احساس می کرد بین جسم و روانش ناسازگاری جنسی وجود دارد بشنویم که در چه شرایطی زندگی می کرد منی که تیغ می زدم کوتاه ماما دوست نداشتم مانتو بپوشم دوست نداشتم شال بذارم کلا می زاشتم. اصولا اسپورت میگشتم یا مثلا مراسمامون کت می پوشیدم خب بعد میشد مثلا چه پلیس راهنمایی رانندگی چه پلیس ماشین که نگم داشت گواهی که نگاه میکرد در نگاه اول میگو... فکر میکردن من یه پسرم چیزی غیر از این فکر نمیکردن ولی در نگاه دوم وقتی گواهی نامه نگاه میکرد اسم یه زنه بفهمو بریم کلانتری دنیا که اینجا در فیلمی از بی بی سی در زمانی که ایران را ترک کرده بود صحبت می‌کرد. از شرایط کسانی می گفت که خود را تراجنسی یا ترانسجندر می نامند. کسانی که از نظر روانی نمی توانند جنسیت موجودشان را از آن خود بدانند. در همین فیلم دنیا گفت که این احساسی بود که جامعه به او می داد. جامعه ای که از طریق سیستم آموزشی و خانواده و سنت ها به شخص می قبولاند که فرد یا مرد است یا زن و اگر کسی با جسم زنانه یا مردانه خود مشکل دارد اگر نمیتواند خود را با این جسم سازگار کند باید با عمل جراحی اندام جنسی خود را تغییر دهد این آموزه ای بود که دنیا به چالشش کشید و گفت او نه ترانس جندر بلکه هم جنس خواه است و نیازی به تغییر جنسیت خود نمی بیند چرا که جسم خود را اشتباه نمی داند اما آیا جسم اشتباه بدن اشتباه نداریم؟ آیا کسی که جنسیت خود را در مغز خود در روان خود در هویت خود پذیرا نیست دچار توهم شده و باید این توهم را بزوداید یا احساسش و روانش درست میگوید و باید جنسیت خود را تغییر بدهد اگر گمان میکنید این مشکل نادر است و ارزشش را ندارد که به اون فکر کنید بهتر است کمی مکس کنید در ایران در سالهای اخیر هزاران عمل جراحی تغییر جنسیت انجام شده طوری که تهران برای کشورهای منطقه پایتخت تغییر جنسیت است و علاوه چندین برابر کسانی که این عمل را در ایران انجام دادند به دلیل فشارها و ارعابهای ناشی از شرایطی که در آن گرفتارند از ایران خارج شدند یکی از همین افراد را به برنامه این هفته دعوت کرده ایم شیوا دلدار زنی که در جسم مردانه به دنیا آمد و برای تغییر جسم خود در حال هرمون تراپی است سیامک ظریفکار روانشناس در آلمان که با مسائل گروه جنسیتی که تراجنسی یا ترانسجندر نامیده می به خوبی آشناست و شادی امین فعال حقوق همجنس خواهان و ترانسجندر ها و معلف کتاب جنسیت اکس که درباره این گروه جمعیتی است خیلی خوش آمدید مرسی شیوا دلار شما میتونی بر اساس تجربیات خودت برای ما توصیف کنی که تراجنسیتی چیه ترانسجندر چیه خیلی ساده یعنی اینکه شما جنسیت فیزیکی با جنسیت درونی و عواطف درونی هماهنگ نباشه با یعنی همون این... چیزی که من در مقدمه گفتم باید. میتونی بر اساس تجربیات ملموس کنی این رو برامون تو جامعه ما یک تعریفی داریم از زن و مرد خود من هیچ وقت از اول نمیدونستم چی تعریف هایی که آدما ها میکنن متوجه میشه که اوکی تو الان هماهنگ نیستی با این چیزی که ازت انتظار دارن به عنوان پسر چون کارات، تفکرات هست. هر چیزی که هست مربوط به جنسیت دیگه‌ایه که اسمش زنه و این خیلی مسئله ساز میشه تو همه جوامع و مشکل از اینجا شروع میشه که شما هیچ وقت نمیتونی درون عوض کنی چون که این جوهره وجودی شماست سالها من تلاش کردم با انواع روش ها با مصرف هورمونای های مردونه با اینکه سعی کنم ادای خیلی پسرا رو دارم هی هیچ چیزی سازگار کارگر نیست و هر روز شما احساس بدتری میکنی وقتی تو آینه یک غریبه رو میبینی یک موجود کاملا غریبه از اون بر فشارهای اجتماع و خانواده هست که از شما انتظار داره که هی خودتو تصحیح کنی به اون شکلی که نمیتونی همه زور تو میزنی نمیتونی مثل اینه که یکی به شما بگه همه ی وجودتو مخفی کن شما الان یه مردی بگن خجالت نمیکشی همه از شما انتظار داشته باشن که کاملا زن باشی چه احساسی به دست میده اون وقت از کی این احساس رو داشتی این ناسازگاری <تصفح> که در آینه خودت رو میدیدی فکر میکردی این کسی دیگه است من اولین باری که همچین چیزی رو درک کردم سه سالم بود از سه ساله که با یکی از آشنایان من, من کوچیک بودم ایشون هم یه دختری بود ما رو شفتن از همون گذاشتم بیرون من وقتی به, به ایشون نگاه کردم و به خودم یه چیزی تو دلم فروریخ و احساس کردم یه چیزی کاملا اشتباهه و یه چیزی خیلی اشتباه شده و این قرار من, من اندام خانه. جنسیه دیگه بله و اصلا خوشحال نموده از این چیزی که من دارم و هر چقدر بزرگتر شدم این بیشتر شد وقتی که سن بلوغ شد همه انتظار یک پسر رو داشتن ولی من به شدت به یه سمت دیگه ای رفتم و اینا کاملا خارج از کنترل شماست است تو جوامه ای که مثل ایران و جوامع مسلمان که خیلی سخته است واقعا کاری که جامعه با شما میکنه چند نکته هست تو این زمینه میخوام بگم الان مسئله ولی که وقتی میگی که وقتی شما میگی که جوهر درونی چیز دیگه است آیا منظور شما اینه که اون جوهر درونی در یک کال بوده اشتباه و ناسازگاره در یک بدن اشتباه است؟ شاید ما حتما نتونیم اینو بگیم چون شاید که خیلی ها به این جوهره معتقد نباشن خب اون هویتت اون چیزی که در مغزته اون فکر میکردی با یک کال بوده اشتباه با هم دیگه این ولی این میتونه در صدای متفاوتی داشته باشه بعضی هستن شو... کاملا احساس میکنن که همه چیز اشتباهه کل بدنشون اشتباهه ولی یه شرایطی هم هست که شما احساس میکنی که شاید همه چی اشتباه نباشه ولی راحت نیستی تو بدنت بعد اینا تغییر بدی مثل میلیون ها نفر که امروز تو ایران عمل جراحی بینی انجام میدن مشکلی نیست در زندگیشون رو میکنن میتونه نفس بکشن ولی خوشحال نیستن باهاش میتونه به این شکل هم باشه واسه یه عده که شما خوشحال نیستی از بدنی که داری احساس میکنی که اگه تغییرش بدی به یه شکل زنونه تر یا مردونه تر راضی تر خواهی بود ولی مورد خودت بسیار در واقع در تیف در انتهای این تیف بود یعنی اصلا نمیتونستی با اون کال بود با اون بدن زندگی هم کنی همون کردم چون که اگه بتونید اون کارو بکنید که خیلی آسانه با خیلی مسئله روبرو نمیشین تو اجتماع ولی مسئله اینه که شما چه قبل از اینکه بخوای تغییری تو فیزیکت انجام بدی چه ندی در هر صورت جامعه شما رو میکوبه چون هیچ وقت نمیتونی فیت بشی من هیچ وقت نمیتونستم اون پسری باشم که اونا میخواستن فیت بشی سازگار بشی سازگار بشی ببخشید الانم هیچ وقت نمیتونم اون زنی باشم که جامعه انتظار داره اصلا همین این بازی همیشه هست و شما مجبوری یاد بگیری که چجوری باسه خودت وایسی و خارج از این چارچوب های زن و مرد سنتی زندگی کنی و هویت خود شکلی میگه هنوز هم نمیپذیر یعنی در جامعه کنونی تم در یک کشور اروپایی باز مشکل داری؟ هرگز داره. اصلا به هیچ وجه هیچ وقت جامعه شما رو به عنوان یک زن نمیپذیره وقتی که شما تی یا ترنسجندر هستین شادی همین شما معتقدی چیزی به اسم بدن اشتباه نداریم ولی این تجارب شیوا نشون میده که شخص وقتی احساس میکنه بدنش اشتباست کالبودش است این اندام جنسی رو نمیخواد در آینه خودش رو نگاه میکنه و میبینه این بدن بدن من نیست این چی میگه مگر غیر از اینه که ما چیزی به اسم بدن اشتباه داریم من نظر میده که به هیچ وجه بدن اشتباه نداریم ما بدنهای متفاوت داریم بدنهایی داریم که در واقع تعاریف معینی ازشون وجود داره و طبیعتا شما در تطابق با اون تعاریف هستش که میزان خط بدن رو بعد راجع بهش قضاوت میکنین ما یه بدن جسمانی داریم اون بدن بیولوژیک شما هست، فیزیک شما هست، یک بدن در واقع اجتماعی داریم که اون تعریفی هستش که جامعه راجع به یک بدن کامل به شما میده توی جا... جوامع کنونی اجتماعی که نه. چون بدن اسمش با خودشه یعنی جسمیت نه بدن دیگه. اگه یعنی حووییت... تعریف گفتمانی که اجتماع از بدن میسازه یا نقشی که میخواد به شما بده, به شما بده, بده. زنی در, در واقع توی اون بدنی که تعریف هست ازش و گفتمان اجتماعی که وجود داره ما یک بدن زنانه داریم که شیوا به خوبی اشاره کرد بهش که از شما یک چیز کاملی میخواد سایز های حتی معینی داره یک ایدئالی است که توسط رسانه ها تبلیغ میشه توسط توی آموزش پرورش تبلیغ میشه در علم پزشکی تبلیغ میشه در تمام علوم یک بدن کامل داریم این بدن زنانه و مردانه در عین حال گرایش جنسیش هم تعیین شده است یعنی دگر جنس یعنی وظیفه تولید مثل داره در این جامعه و غیره خب طبیعتا وقتی یک نفر حالا مورد شیوا یک موردی است که بدون توجه به گرایش جنسیش با بدنش مشکل داشته ولی موارد بسیاری داریم که در سن بلوغ وقتی گرایش جنسی متفاوتی رو تو خودشون درک میکنن و کشف میکنن به این نتیجه میرسن که پس یک خطایی در من وجود داره در واقع متوجه میشه که با نظم یا تعاریف موجود سازگاری نداره و از اونجاست که شما دو تا روی کرد وجود رو داره یک رو... رویکرد تبعیت از نظم موجوده یعنی میری خودت تو تطبیق بدی با اون چه که جامعه ازت میخواد این شامل سرکوب گرایش هم جنس گرایانه هست شامل تغییر بدن هست به عنوان تغییر جنسیت یا اینکه مقاومت میکنین بعد اونجا بیان جنسیتی متفاوتی دارین اونچه که من خودم رو جزوش میدونم در واقع با اون تعریف های زنان مردانه خودم رو تعریف نمی کنم اما در این حال در قالب بدنی دیگه هم نمیخوام برم و دیگرانی هستن که تن نمیدن به این مقاومت میکنن اونها کسانی هستن که بعد دلشون میخواد بدنشون رو تغییر بدن دلشون میخواد اون چیزی که خب، در واقع باهاش رضایت شو. دارن به ترتیب اگر شیوا دلدار میگه که من با این بدن راضی نیستم این بدن اشتباه شما بهش میگی که مقاومت کن این تلقینیه که اجتماع بهت میده به هیچ وجه ببینید ما یک اص... ام... امری داریم در حقوق بین الملل به عنوان رضایت آزادانه و آگاهانه برای هر انتخابی در امور پزشکی یعنی اگر جامعه هیچ گونه فشاری به شیوان دلار نامی نوعی نیاره که ایشون بتونه از حقوق برابری برخوردار باشه چه این کار رو بکنه عمل بکنه هورمون تراپی بکنه چه نکنه بعد ایشون در واقع آزادانه میتونه تصمیم بگیره شما داریم میگی که جامعه تلقین میکنه به یک تراجنسی که جنسش جسمش واقعیت ششتباز. اینه که واقعیت اینه که ما در جامعه زندگی میکنیم <تصفح> که آموزش میبینیم <تصفح> که بیان جنسیتی معینی داشته باشیم یعنی شما به عنوان مرد یا من به عنوان زن در واقع از اون لحظه ای که ما متولد میشیم و به در مادر ما میگن دختره یا میگن پسره های. هنوز حقیقتی توضیح داده نشده هنوز شما هویت جنسیتی ندارید. در پروسه در واقع تربیت و آموزش شماست که به شما یاد داده میشه که به من پسر زن زن به دنیا نمیاد دقیقاً زن میشه و باتلر بله بعدا میاد اینو خب خیلی بله مشخصتر راجع به اینکه ما چطور از اون انتظارات معینی جامعه داره و مجبور میشیم اون رفتارها رو کنیم چون شما اساسا اولین بار که یک آدم رو میبینید شیوه رفتارتون باهاش در واقع تو هویت جنسیونه یعنی اگر یک مرد میبینین رفتار معینی دارین و زن ببینید این بسیار. اون چیزیست که ما رو وادار میکنه تو اون قالب خودمون تعریف کنم بله بله چیزی که شادی میگه بیشتر در مورد ایران صدق میکنه و خیلی از ترنس ها و گی ها تحت تاثیر جامعه تصمیمات اشتباهی میگیرن تحت تاثیر فشار ها چون که سعی همه سعیشون رو میکنن خودشون رو تطبیق بدن با این تعریفی که وجود داره در که این کاملا اشتباهه ولی من شخصا این کارو اگه جسمم تغییر دادم هیچ رفتی به جامعه یا فشارهای خارجی نداشته یه چیز کاملا شخصیه چون یه چیز دردناکیم بعد یعنی ما... به نظر شما احساس درونی شما رفتی به تلقینات اجتماعی نداره واقعا نه چیز رفتی نداره نه فکر نمی کنی <تصفح> اونجوری که شادی امین میگه از همون ابتدا به با انواع اقسام تلقین میشه حتی دقیقا این... من نداشته من تو اروپا آزاد بدم هر جور میخوام زندگی کنم ولی تو ایران مسلما این هست چند سال از ایران اومدین میتونم بگم؟ محودا ساله و این شیش سال در شاید که جامعه دیگه حداقل فشار روانی به شکل ایران بر شما وارد نمیکنه تصمیم شما عوض نشده کماکان اون صدای درونی میگه شما زن هستید اگر شیوا در هر دنیایی در هر جهانی حقشه که تصمیم بگیره که با بدنش چه میکنه و این تصمیم رو آزادانه و بدون اینکه حقوق اجتماعی رو به دست بیاره یا از دست بده بگیره و برای همین اون ای که ما داریم و به نظر من مطلق کردن این موضوع در مفهومی که من به کار میبرم هم خطرناکه در واقع بگیم همه تحت تاثیر اجتماعست و باعث بشیم که انتخاب افراد زیر گرفته بشه ولی واقعیت اینه که حتی ای شیوا دلدار نیز در جامعه زندگی میکنه که این تعاریف رو باهاش یعنی روبرو تصور کنه که انتخاب ما شخصی خودشه ولی در مورد همه چی بله. ظریف شما به عنوان روانشناس و مشاور روانی چون موارد اینچنینی به شما ارجاع میشه در آلمان هم به کسی که میاد و میگه که بدنم ناسازگاره به این معنا است. چه خواهید گفت ببینید کار یک روانکاو یا روان درمانگر به هیچوج قضاوت کردن نیست یعنی نباید باشه این از یک طرف از طرف دیگه ببینید کسی که با یک بحران هویتی میاد سراغ شما وظیفه ما اینه که کمکش بکنیم که ببینیم این بحران هویتی حتی الامکان از کجاها آب میخوره آب میخوره توی این پیدا کردن این ریشه های بحران و هویت که در واقع مراجعه کننده امکان این رو پیدا میکنه یک مقدار به اون تمناهای خودش به اون ضعفهای خودش به اون مشکلات هویتی خودش آشنا بشه یعنی بلغو به اشتباهه که یک روان درمانگر یا یک روان به یک مراجع کننده بگه که خب تو مردی الان یه بحران هویتی جنسی پیدا کردی و احساس میکنی زن هستی و حالا باید ما تو رو به سمتی ببریم برگردی به اصل خودت کدام؟ به گفتن این که تو تحت تلقینات اجتماع هستی این چیزی که باید باش به جنگی یا به گفته ایشون مقاومت کنی از نظر شما کارساز و مفید نیست درسته فشارهای اجتماعی میتونه ما رو با بحران مواجه بکنه یعنی اون بیسیک اون پایه بیولوژیکی ما که دستخوش داده‌های داده های اجتماعی میشه این با هم توی ارتباط میاد یعنی ما این دوتا رو نمیتونیم از هم دیگه جدا بکنیم خب وقتی خب. این که های اجتماعی گفتمان های اجتماعی مختلف اومدن سایه انداختن بر این وضعیت کنونی من چیه اینجا من دچار یک بحران میشم حالا من روان درمانگر یا من روان کاو یک وظیفه مشخصی دارم دیگه و وظیفه مشخص من چه کمک بکنم که درد این انسان حتی امکان به حد اقل برسه چرا این پرسش اهمیت داره برای شما چرا اهمیت داره که بدونی بدن اشتباه یا ناسازگار هست یا نیست به خاطر اینکه شما اگه این مطمئن نباشی یعنی شما یک هویت زنونه نداشته باشی و منجر میشه به جنایت هایی که الان تو ایران صورت میگیره اینجوریه که تو ایران هر هر مردی که به هم جنس خودش گرایش جنسی یا عاطفی داشته باشه میگن اوکی پتا زنی در که اصلا یعنی چی؟ و این اتفاقی که میفته اینه که خیلی از گی ها رو مجبور میکنن عمل تغییر جنسیت انجام بدن یعنی بهشون میگن بدن اشتباه چون که نمیتونن هیچ چاره دیگه ای ندارن اون وقت مجبورن با مسائل قانونی و خانواده رو برو بشن در که اصلا اینجوری نیست خیلی هاشون این رو میدونن ولی با این حال تن به عمل میدن واسه اینکه فکر میکنن شاید یکم بهتر بشه اوضاع و بیشترش متاسفانه به بحران های شدید روحی و خب این مواردی که میگی تایید حرف شادی امین نیست که مسئله اینه این که تو ایران به خاطر مسائل مذهبی و سنتی جامعه شما اجازه نداری که بفهمی آیا شما یک مرد هم جنس یک زن هم یا اینکه واقعا هویت هویت متضاد جنسیت فیزیکیته این دو تا, دو تا چیز آه. کاملا متفاوت از همه هیچ هیچ شباهتی به هم نداره یعنی فکر میکنی باید شرایطی فارغ از فشارهای اجتماعی باشه تا فرد بفهمه که آیا واقعا تراجنسی یعنی بدنش صد این چیز خیلی مهمیه و خیلی توش آگاهی کمی هست خیلی طول میکشه خیلی مخصوصا تو ایران با آگاهی کمی هست هیچ اطلاع رسانی نمیشه منابع کم هست تعریف اشتباه زیاد هست آدم در خیلی... ایران این تصور به شما دست داد که شاید تراجنسی یا تراجنسیتی نیستی و همجنسگرا هستی نه به هیچ وجه به خاطر شم... اینکه من خیلی هویت زنونه و همیشه احساس فمینین بودن رو داشتم احساس زنانگی یه خانمی به من گفتشون توی نروژ که هیچ وقت احساس نکرده زنون است ولی همیشه احساس کرده زنه من با عنوان ترنس هیچ وقت نمیدونم زن یا مرد چیه خودم هم جزو هیچ کدومش نمیدونم احساس یا هویت ولی همیشه احساس زنونگی دارم, دارم و داشتم همم هم اینو تایید کردم واسه همین احساس میکنم که اینجوری راحت تره بده نکته از... مهم هست بله. میخوام یادم نره بله. تو ایران فکر میکنن که اوکی حالا شما ف... الان متوجه شدیم که شما تراجنسی یا تی اس هستی جوری که تو ایران میگن پس حالا حتما باید عمل بکنی اندام جنسی تو در این صد درصد اشتباهه و اون بعد آخرین کاری باشه که شما انجام میدی با تایید خیلی دکترایی که صلاحیت این کار دارن مهمترین دار کاری, کاری شما که شما باید کنید شناسایی که تو ایران من فکر نمیکنم صلاحیتشو رو داشته باشن چون به خاطر قوانین موجود و سیستم اجتماعی شما رو میخوام به یه سمتی سوق بدن که یا به پذیری که یه پسر عادی هستی یا به پذیری که الان باید عمل بکنی مثلا که تغییر خ... خواست ثانویه جنسی مهمتر از اون عمل تغییر جنسیته یعنی شما به این شکل زندگی بس به اندازه کافی پیچیده است به اون او... میرسیم فقط میخوام اون سوالی او... که او... پرسید یه نکتر ده... من باید اشاره بکنم شما درست میگه توی ایران ما به خاطر مسائل قانونی فشار زیادی حتی روی روان درمانگرها هست یعنی اینها موظف هستن که یک سری مسائل رو قانونی رو رعایت بکنن و الا برای خودشون مشکل ساز میشه اما نسل جدیدی از روان درمانگران ایرانی اونایی که من باشون در ارتباط هستم واقعا امروزه به این او... او... نتیجه رسیدن که دیگه اون سوق دادن به اون سمت مشخص اشتباهه و بیشتر بایستی کمک بکنن که احساس شنیده شدن یعنی اینجا به بگید که همکاران شما در ایران آگاه هستن به این مشکلات و سعی میکنن به این سمت به این اون سمت. حتی در خود اروپا هم اشتباه نکنید در خود اروپا هم بسیاری از همکاران هستند که هنوز که هنوز آگاه کسی که بحران هویتی جنسی پیدا میکنه اینو میخوان به یک سمت مشخصی سوق بدن یعنی اینجا هم خیلی وقتی نیست که این مسائل یعنی تغییر که این ما بگیم ایران کاملا در اون سمت فشار میاره ارعاب میکنه حتی حرفه شما هم به شکلی دست داره در این فشارها و در اروپا همه چی خوب عالیه این اشتباه است و چه چیزی هست ببین اول اینکه من در تکمیل این نکته بگم که یک آیین ای وجود داره برای روانشناسان ایران که اجازه ندارن که خارج از اخلاق و چارچوب های پذیرفته شده جمهوری اسلامی با مراجعین برخورد بکنن این به این معنی هستش که شما به شک موظفین که طبق اخلاقیات مورد پذیرش اونها که هم رو به عنوان یک انحراف اخلاقی و عملی گناهالود میشمرن با مراجعتون برخورد کنین یعنی اگر شما برگردین به مراجعتون بیاد به شما بگه که من گرایش جنسی به هم دارم و نمیدونم با این داستان چه بکنم و فکر کنم یه چیزی تو من اشکال داره شما نمیتونین بهش بگین که این حق تبر برو زندگی تو بکن و شریک زندگی تو پیدا بکن و حقوق اجتماعی تو باید تضمین بشه و براش مبارزه بکن چون حتی اگر این حرف رو بزنین یعنی نسلی یا آدم‌هایی که من فکر کنم خیلی محدودن متاسفانه باشن توی روانشناسان ایران که این کار رو بکن اون آدم وقتی از اون مطب روان پزشک میاد بیرون تامین حقوقی نداره و این تناقض وجود قوانینی که حقوق شما رو نقض میکنه با افراد یا کسانی که بخوان این رو به شما بگن که شما حق دارین رو داشته باشین در واقع میکشونه این بچه ها رو به این سو ب... که راه آسونتری رو که لاقل زندگیشون رو حفظ میکنه بپذیرن و این پذیرش اینه که بگن که ما بیمار هستیم و خیلی از کسایی که ما مسابقه کردیم توی این تحقیقمون این رو میگن که اولین بار واژه ترانسکسوال رو از روانشناسشون شنیدن یعنی وقتی رفتن بهش گفتن که عاشق هم جنسشون میشه طرف گفته شما ترنسی باید عمل کنی مشکل حل میشه و این یکی از موزلات جامعه ایرانه در واقع شما اگر عمل نکنی و این عمل این رو من خیلی مهمه که بگم این عمل یک روند خیلی پیچیده و تا پایانه یعنی از الف بله. تا زد قضیه رو شما باید ببینید که عوارض بسیار زیاده دقیقا ده. ده. یعنی ده. متد... بگم که جزوش در واقع عقیم سازی اجباری است اینا بله. نکاتیه که الان تو تمام بله. جهان بله. برچیده شده ولی که شما از وضعیت در ایران میدی که البته آقای ظریف کا به نظر میاد کاملا موافق نیست با شما میگه در خود ایران هم هستن کسایی که همراهی میکنن برد. ترانس ها و حتی هم که در،, در, اروپا هستن کسایی که هنوز آه، نمیفهمن پیچیدگی این قضیه ها رو در ایران این ترتیب آیا وضعیت تر از اونی که شما میگی نیست واقعا بذارید یه مثالی براتون بزنم که تازه مربوط به چندین دهه پیشه اولین کسی که در ایران حداقل بعد از انقلاب ما میدونیم عمل جراحی تغییر جنسیت داد مریم خاتون ملکارا بود که مورد مشهوریه من یه تیکه از خاطراتش رو میخونم که بدونید که چقدر پیشیده است اوزا در عین اینکه ممکنه دستگاه های سنتی از جمله فقه اسلامی همراهی کنند در جامعه ممکنه همراهی نباشه ایشون در مورد سال 65 حرف میزن البته مریم خاتون ملکارا فوت کرد چند سال پیش اما در مورد سال 65 یه جایی صحبت میکنه در مصاحبه میگه همون روزی که ایشون منظورش از ایشون آیت الله خمینیه فتوا رو صادر کردن و مریم خاتون را برای این فتوا بسیار زحمت کشید قبل از انقلاب ایران رفت عراق بعد از انقلاب ایران اینقدر رفت در بیت آیت الله خمینی رو زد تا بالاخره راه پیدا کرد اون این فتوا رو گرفت همون روزی که ایشون فتوا رو صادر کردن رئیس جمهور و اون موقع رئیس جمهور آیت الله خامنه ای برای من چادر و مقنعه بریدن و با سلوات و تبریک من رو وارد حجاب اسلامی کردن همون روز با ارسال نامه ای به رئیس دادستانی با فرستادن من به پزشکی قانونی اولین مجوز تغییر جنسیت در ایران صادر شد بعدا میگه در طی این سالها هر ارگان و نهادی جلوی پای من مشکلی اضافه میکرد. علاقم که آیت الله تا اینکه در سال 1381 در سن 51 سالگی عمل من انجام گرفت تا قبل از عمل هم مثل یک زن زندگی می کردم و تحت هجاب اسلامی بودم در سال 80 که برای عمل احتمالا منظورش مقدمات عمله چون اصل عمل رو 81 انجام می به تایلند باید سفر می کردم مجددا بعد از 20 سال مجبور به پوشیدن لباس مردانه شدم تا با گذرنامه خودم منظورش احتمالا گذرنامه مردانشه باس مردانه بتونم از ایران خارج بشم که این موضوع برای خودش داستان سختی داشت مردی شبیه به زنان با برجستگی های زنانه و صورت جا زنانه با شلوار و کیف سامسونیت تو موقع کسایی که دهی شست ایرانو ایران رو بیاد دارن کیف سامسونیت رو خوب بیاد دارن. و کیف سامسونیت وحشت همه رو برانگیخته بود یعنی در ایران اولا به نظر میاد فقه همراهی کرد تا حدید. ولی جامعه طول کشید تا همراه شه و البته خب در یه جاهایی از جمله در مورد حقوق همجنسگراها ها فقه همراهی نمیکنه وضعیت خیلی پیشیده یه دیگه سیاه و سفید نیست خیلی اشارات درستی تو صحبت شما هست و مهم در واقع ما از یه بر فتوای روح الله خمینیو داریم که در سال 64 شا... در واقع آزاد میکنه عمل تغییر جنسیت رو اعلام میکنه که با تایید پزشک ساله و مورد اعتماد حق انجام عمل تغییر جنسیت هست از طرف دیگه ما جامعه رو داریم همین الان داریم میبینیم که این افراد در مجموع نه تنها پذیرفته نمیشن بلکه مورد انواع خشونت ها هستن از سوی نیروی انتظامی خانواده نهادهای آموزشی دانشگاه اخراج بسیاری از این افراد و یک موضوعی که بسیار مهم هستش این هستش که چون زن و مرد حتی لباسشون در جامعه ایران تعریف شده خیلی مشکل هست که اینها در قالب جنسی که میخوان بهش تبدیل بشن بتونن تجربه اجتماعی کسب بکنن یعنی اگه کسی بخواد به عنوان زن بخواد در جسم مردانه باشه و این پروسه رو طی بکنه تجربه اجتماعی بودن با مردها رو نمیتونه کسب بکنه به طور واقعی و خوشونت که از توی جامعه نسبت به بخصوص باز در این مورد کسانی که به عنوان مرد به دنیا میان و میخوان زن بشن خیلی آمیز هست براش که پسرشون میخواد دختر بشه و خیلی حس اینکه آبروی ما میره متاسفانه فرهنگ سازی تو این زمینه بسیار بد صورت میگیره یعنی اون حدی هم که سالانه یک برنامه در یک کلیپ در تلویزیون یا یک مقاله منتشر میشه البته مقالات علمی پژوهشی تو این زمینه خیلی منتشر میشه در ایران بله. و توی اون مقالات عمدتا بچه های ترنس به عنوان آدم های بیمار بیمار قابل ترحم شناخته میشن و این در واقع باعث میشه که جامعه اینا رو دائم در حاشیه بهشون نگاه بله. بکنه این سوال مهمیه آیا ترانسجندر بودن تراجنسی بودن این بیماریه اختلال یا حتی اختلال هم نمیشه اسمش رو گذاشت چون ما وقتی راجع به این الفاظ صحبت میکنیم از یه سر تیف صحبت میکنیم که بسیار شدید و بیماری مینامه تا به سمتی که اختلال نامیده میشه نعم. که در جامعه اروپایی تا همین اخیرا گفته میشد دیس اوردر میگفتن که شاید اختلال معادل ما تا چیزهای دیگه شما چی مینامید تراجنسی توی بودن رو؟ طبق تعریف دستبندی جهانیه های روانی که ایس معروف به ای سی دی نه و ده و یازده الان هست تا دهش به صورت مشخص از این قضیه به عنوان یک اختلال روانی صحبت می شود. اما بسیاری از محققین تلاش کردند که و به این نتیجه رسیدن که این رو ما نمیتونیم به عنوان یک بیماری قلمداد بکنیم و بهتر از این لیست در بیاریم از لیست برای... بیماری های روانی بله الان در واقع از سال 2015 به بعد دیگه عملا از لیست این بیماری های روانی و اختلال نامیده میشه اختلال هم نامیده نمیشه خب پس هم از لیست بیماری ها در اومده هم اختلال نامیده بله. نمیشه ببینید اختلال میتونه باشه ها اون جایی که اون جایی که من به هر دلیلی به هر دلیلی زجر میکشم و بس. دارم اذیت میشم اینجا بحران قلم داد میشه اختلال نیستا بحران بله. اختلال و بحران دو چیز متفاوته دا اگر داستن. اگر از بحران عبور نشه اختلال ایجاد میشه دقیقا. خب پس میشه گفت میزان استرس و فشار روانی که شخص درگیرش هست این تعیین میکنه که این ترانسجندر یا اون یکی یا اون یکی بلد. این دوچار اختلال هستی یا نه یه چیزا خیلی شخصیه شما باید اینو کشف کنی چیزی نیست که شما اینجوری متوجه بشی سالها طول میکشه معمولا تا متوجه بشی شما کجای کار هستی و نیاز داری که خودت مطالعه بکنی با افراد زیادی صحبت بکنی خب نه من میخوام ببینم این توصیف من هیچ وقت احساس از... نکردم مریضم یا اختلال دارم احساس <متصفح> م... میکنی طبیعی هستی <متصفح> همیشه بودم و هستم اینو تکمیل بکنم ببینید اینجا حرفشون درست ربطی به اجتماع نداره میدونی چرا به خاطر اینکه الان مثلا در همین جامعه آلمان من امروز اگر بخوام تغییر جنسیت بدم باور اجتماعی هم بخشن پذیراست بخشن پذیرات و من راحت میتونم لباس های مختلف رو بپوشم کلوب های مختلف رو بپوشم اما در تجربه فردی خودم با جنسیت های مختلف اینجا با مشکل مواجه میشم به خاطر که از طرفی خودم میدونم که هنوز این وضعیت مشخص نیست ولی شیوا چنین نیست میگه من طبیعی چه چنین مشکلی با جنس های جنسیت ولی این بحران گذروندم خیلیم طولانی و به خاطرش خیلی مطالعه کردم اگه در زمانی که شما درگیر این بحران بودی به شما گفته میشد شما دچار اختلال روانی هستی میپذیرفتی؟ یا نه این یه بخش ضرور از تجربه یه تر... چیز احساسی درونی و خیلی شخصیه من هیچ وقت این تعریف اختلال رو نمیپذیرم و خاطر اینکه این اختلال وقتی اسمش رو میتونیم بزنیم اختلال که یه مشکلی تو زندگی شما به وجود بیاره ولی من مم. همیشه کارم رو درست انجام دادم خب پس در واقع وقتی بختی... بله، یک, یک, یک دوست دختر یا یک دوست پسر پیدا بکنم یا هر چیزی اسمشو بزنم یک دوست دو جنسیتی حتی بله. اینجا وقتی من ببینم طرف مقابل من منو نمیپذیره اون وقت اون هم اخت... نمیپذیره اینجا من دچار مشکل میشم و دنبال بله، بله. یک شما حل نظرتون حل چیه ما در... اه... یه تعریفی و ارائه دادیم زن و مرد شیوا به درستی گفتش که نه اون مردی بوده که جامعه انتظار میرفته نه الان میتونه انتظارات جامعه رو به عنوان زن, زن, زن بودنش و, و, و دقیقا و, و, و اومده میگه که من اونی هستم که م. دلم میخواد و اونی هستم که هستم در واقع ما با یک جنسیت سومی مواجهیم که در بسیاری م. از کشورها پذیرفته شده من برای اینکه این, این اتهامو نخوریم که داریم حرف کشورهای غربی رو میزنیم یا از غرب داره وارداتی تو ایران میشه و احیانا به فرهنگ اسلامی و سنت ما توهین میشه بگم که اتفاقا در جوامعی که به لحاظ فرهنگی به ما نزدیکن در بنگلادش سال 2013 جنسیت سوم پذیرفته پاکستان... شده در پاکستان سال 2009 پذیرفته شده در هند 2014 پذیرفته شده در واقع ما میبینیم در آسیای شرقی در جایی که خیلی به لحاظ فرهنگی به ما نزدیکن در هزاره گذشته اساسا ما با آدم هایی که خودشون رو جنسیت دیگه ای تعریف میکردن روبرو هستیم آنچه که من دلم میخواد که هر کدوم از بینندگان این برنامه برای خودشون به قول شما مکس بکنن و بهش فکر بکنن اینه که چقدر حق دارن برای دیگران بدن و رفتار اجتماعیشون رو تعیین بکنن این ناسازگاری بین هویت جنسی بین اون چیزی که شخص حس میکنه به گفته ایشون و اون اندام جنسی اون بدن این ناسازگاری محیطی یا یه چیزی به گفته ایشون تو اطلاعات یا مختصات ژنتیک هست که اینو ایجاد میکنه من نمیخوام بحث وارد به اصطلاح حوزه که ممکنه برای همه جذاب نباشه ولی سه تا رویکرد به این نگاه هست یکی رویکرد زیست شناسان است که میگه که بدن اشکال داره باید تغییر بکنه و طبیعتا عملهای تغییر جنسیت پیامد اون هست این یک روی, روی کرده که میگه جنتیکه میگه جنتیکه و میگه اه. بدن اشکال داره روی کرده روانشناسانه هستش که میگه روح یا درون یا خود خیشتن یا اون فرد با ایم. بدنش سازگار یک روی جامعه شناسانه این داریم روی روی که دوم چی رو... میگه در مورد محیطی بودن یا ژنتیک بودنش بعد رویکرد جامعه شناسی داریم که بعد به محیط و شرایط اجتماعی بیشتر وزن میده من فکر می کنم ما مجموعه از اینا رو داریم ضمن که خیلی روشن بگم ما در تو ترانسکشوال ها به واسطه اینکه اساسا چیزی نزدیک به چهل سال چهل و پنج سال هست که ترانسکشوالیتی وارد ادبیات پزشکی و روانشناسی شده برای همین تحقیقات کافی هم صورت نگرفته واقعا اما من فهم میکنم که مهمترین چیز اینه که از اون قالب های زنان مردانه ما بتونیم خارج بشیم اگر من لب کلامه ایشون رو بخوام بگم معتقدن که زیست شناسان ژنتیک میدونن جامعه شناسان محیطی میدونن البته خیلی از جامعه شناسان ممکن حرف شما رو قبول نکنن بگن و ظاهرا روانشناسان به گفته ایشون ده. یه تعاملی بین مختصات ژنتیک و محیط رو باعث این وضعیت نمیگیم اختلال ده. نمیگیم آشفتگی نمیگیم این وضعیت میدن خوشبختانه من هم روانشناس اجتماعی هستم هم روان درمانگر یا حالا با هر دو حوزه به صورت مشخصتر سر و کار دارم بله دقیقا موافق هستم با نمت... کدوم بخش از صحبت ببینید ما ان... انسان انسان یک مجموعه بسیار پیچیده ایه. از ژنتیک از روان و از جهان پیرامونی حالا اجتماع میشه آب و هوا میشه اقتصاد میشه و بله یه نکته که خیلی مهم لازم میدونم مطرح بکنم برای همکارانم هم به ویژه در ایران و تماشا مخاطبین برنامه شما به ویژه در ایران ببینید حتی در علم روانکاوی برای اولین بار فروید در تحقیقاتش درباره دورا میاد نشون میده که ما گرایشات هم جنس دیگر جنس و ترکیب از اینها رو داریم و اونجا تاکید میکنه روی این قضیه و یعنی ساختار روان ما هم به لحاظ فیزیکی فیزیولوژیکی چون ما محصول یک اطلاعات ژنتیکی زنانه و اطلاعات ژنتیکی مردانه هست. این بله. این مجموعی از همه و تو کیس های مختلف این متفاوته. <تصفح> ولی مسئله اینه که تو ایران این قضیه فرق کرده و محیط خیلی تاثیر میذاره. در بعضی از جوامع محیط فوق العاده یه چیزی که از قبل میخوام بگم اینه که این فتوایی که مثلا آقای خمینی داد من این اصلا به هیچ لطفی نمیبینم. <تصفح> چون شما تو ایران اگه بگی که تراجنسی هستی باید عمل بکنی. و این عمل خیلی عمل اصلا جالبی نیست عوارضی که داره بی و دوست دارم از مشکلات بعدش بگم از اینکه بله. شما به عنوان یک تراجنسی قبل از اینکه این عمل رو بکنید باید سالها هورمون تراپی بکنین تو ایران موارد من دیدم طرف یک دونه قرص هم نخورده میبرنش عملش میکنن اصلا در واقع این فقط اینه این که یک مردی رو بردن و اخته کردن حالا هرچند اون هویت زنونه داره ولی شما باید اول اینکه اینجا تو اروپا وقتی میخوای این کار رو کنی میگن که اوکی تو احساس میکنی زن هستی برو یک سال به عنوان یک زن زندگی کن همین با همین بدنی که داری و من این کارو کردم بعد شما تو این یک سال اگه کسی باشه که تو اون بحران یا تو اون اختلال باشه بعد اونجا مشخص میشه که این واقعا زنه م. حالت زنونه داره یا اینکه یه چیزی اومده تحت تاثیر چیزایی رو بوده و درک کنه که هورمون باید بکنیم این خیلی مهمتر از تغییر عمل تغییر جنسیته من از نظر پزشکی تغییر جنسیت دادم ولی اندام جنسیم همون چیزی بوده که از تولد داشتم و اگر خیلی شخصی نیست منظورتون اینه که عمل تغییر اندام جنسی, جنسی نکردم. انجام ندادم به خاطر اینکه اولا اینکه زن بودن رو و مرد بودن رو به اندام جنسی که آدم ها دارن نمیبینم به هویتشون و اون چیزی که ما ازشون برداشت میکنیم میبینم دوم اینکه اصلا زور نمیزنم خودم رو تو هیچ کدوم از اینا جا بدم فقط سعی میکنم صد درصد خودم باشم اصلا دیگه مهم نیست جامعه چی میگه چی کار میکنی چون فهمیدم که در هر صورت من نمیتونم تو این چارچوب جا بگیرم ولی پس... گفتنش راحته همینجوری که خود شما گفتی در کشوری مثل نروژ هم مشکلات فورا زیاد ولی دو راه وجود داره به خاطر اینکه شما هر چقدر سعی کنی جامعه رو بیشتر راضی بکنی بیشتر به خودکشی نزدیک میشه این چیزی که من بارها خودم امتحان کردم یعنی هیچ شما نمیتونی راضی کنی همیشه کسایی هستن که میخوام بکوبنه در هر حالت فیزیکی یا شرایط جنسی که هستی واسه همین شما باید به عنوان یک شخص تراجنسی یاد بگیری که زندگی سختی داری و مطالعه کنی و خودت رو قوی کنی و سعی کنی که پای های خودت وایستی و بدون که به عنوان یک انسان انسان خوبی هستی فارغ از اینکه چه جنسیتی داری و چه جنسیتی رو دوست داری و اینکه از نظر اینکه شما زندگی عاطفی یا رابطه‌ای که می‌خوای داشته باشی یا همسر خیلی راحت تر هست قبل از اینکه این عمل رو انجام بدی همه بچه هایی که من میبینم چه زن به مرد چه مرد بزن بعد از انجام دادن این عمل به شدت مشکل دارن که بخوان یک همراه تو زندگیشون داشته باشن علتش خیلی چیزا میتونه باشه ولی چیزی که من میبینم دیدم و خوندم و با خیلیا که صحبت کردم و تجربه خودم این حالتی که من الان هستم که هورمون تراپی کردم خصیصه های ثانویه زنونه رو دارم خیلی بیشتر خواهون داره حتی تو خیلی کسایی بودن به من میسیج بودن تو فیسبوک تو رو خدا میتونی یکیو تو ایران مثل خود معرفی کنی ما حاضریم میلیون ها خرج بکنیم واسه شناسنامه زن بگیریم ولی با همون شرایط فیزیکی که داره یعنی یک زنی نهاره. هست با اندام جنسی که مال جنس دیگه شما با چنین چیزی موافقی شادی همین که خصیصه های درجه دوم یا ثانویه به گفته ایشون سانویه زنانی یا مردانه مهمتر از بله به خاطر اینکه شما با اون عمل هم هیچ وقت نمیتونی پذیرفته بشی به عنوان زن خیلی از به من میگم نمیخوای زن کامل بشی؟ اصلا این کلمه خیلی آزاردهنده و خنده داره نه زن کامل یعنی چی؟ من نمیتونم زن کامل بشم اونایی هم که این عمل رو انجام دادن زن کامل نشدن همچنان پشت سرشون مرد خطابشون میکنن و اون چیزی که دکتر میسازه اون چیزی نیست که طبیعت ساخته هیچ در واقع شباهتی به هم ندارن از نظر من این شکلیه تصمیماتی از نوع تصمیم شیوا در واقع باید برخوردمون این باشه جامعه بره به این سمت که حق بده که آدما رو داشته باشن که دلشون میخواد و خطر این مهمه واسه من بگم خطر از جانب امثال شیوا نیست که جامعه ما رو تهدید میکنه خطر از طرف کسانی نیست که جنگ برمی تجاوز میکنن خشونت میخنم میخنم میکنن و غیره. باشن. و این که بخوایم همه رو یکسان بکنیم همه مردا یکشک باشن زنها یک شک باشن و غیره در واقع فشار اجتماعی رو میاره که دیگه زیبایی اون جامعه رنگارنگ و رنگ بله. توش نیست خب پیش از پایان برنامه حتما این سوال رو از شما آقای ظریف باید بپرسم اشاره گذرایی شد و دو نظر متفاوت شما و شادی امین در موردش بیان شد ولی یه مقدار روش مکس کنیم آیا در وضعیتی که شاهدش هستیم در ایران که مراتب بدتر از معدل جنس ها یا تراجنسی ها در کشورهای توسعه یافته است شاید از کشورهای اطراف ایران بهتر باشه ولی از اون معدل بدتره شاید خیلی ها ندونن که یک سبومه ترنسجندرها ها یا تراجنسی ها اقدام به خودکشی میکنن در سطح دنیا نظر و احتمالا در ایران از این بیشتره, بیشتره. احتمالا آیا در چنین وضعیتی حرفه روانپزشکان و روان و مشاورگران درمانی واقعا کمک میکنه به تراجنسی ها یا با اون انتقادی که در صحبت های شادی همین بود یه جوری اونها هم بخشی از این مجموعی هستن که مدام ترانسجندر ها رو به این سمت میرانن یا اون سمت هم جنس ها رو به این سمت یا اون سمت واقعا ارزیابی شما چیه کار تراپی این کار بر روی لبه تیغ متاسفانه به خاطر این که از یک طرف این واقعیت اسفناک قانونیه یعنی قانون بایستی زامن بقای زامن امنیت تک تک شهروندان و موجودات یک منطقه باشه خب این اولین فاجعه ای که ما داریم دومین مسئله اینه, اینه ای که عادات اجتماعی که طی قرن ها هزارها شک گرفته یعنی اینجوری هم نیست که یک جامعه آگاهانه موضع دفاعی داشته باشه نبود اطلاعات حالا توی این بخش روان درمانی و روانکاوی واقعا ما وظیفه بسیار سنگینی داریم بله شما در مورد اینکه باید چنین باشی وظیفه داریم در داری صحبت داریم. من میخوام ببینم در ایران وضعیت چطوره از نظر همراهی با کسانی که در چنین وضعیت وجودی هستند خب. یا از نظر نمیدونم فشارهایی که برشون وارد میشه و تلاشایی که برای روندنشون به انتخابهایی که میتونه فوق العاده پیامدهای برای همین من اینو اومدم مطرح کردم که به اینجا برسم که اینجا من خودم شخصا اگر چنین مراجعه کننده ای در ایران به من رجوع بکنه تمام تلاشم بر این خواهد بود که این بتونه با اون مرحله برسه که سفر میکنید به ایران آشنا بله هستید بله با وضعیت روانکاوی مشاوره روانی ارزیابیتون چیه. خب هنوز خیلی راه داریم. هنوز خیلی راه داریم ولی این ببنید. به معنای این نمیشه داریم ولی مبهم بله خیلی راه داریم و این معنیش اینه که نقص زیاده ببین هنوز در دانشگاه های ایران هم به عنوان یک بیماری تدریس میشه یعنی ما هنوز همونطور که ایشون گفتن خیلی راه داریم نکته ای که فکر کنم تو این سوال شما مهمه در تو خودکشی های ترنس و فراجنسیتی اینه که در مورد همجنس خواهن هم صدق میکنه اینه که در از سال 2007 تا 2014 بیش از 1730 قتل شناخته شده علیه ترنس ها صورت گرفته در یعنی در سطح جهان یعنی تازه این ثبت شده است به سازمان بهتا جهانی رجوع شده خب شما در با یک خشونت اجتماعی وسیع علیه این افراد طرفین خب این افراد شما اگر تو خیابون هم به خاطر رنگ موتون دائم بهتون گیر بدن یه جایی انزوا میطلبین یعنی میخوام بگم این بحرانی که این این بچه ها میشن به دلیل اجتماع است اینها بیمار نیستن که فشار یه, م... یه مشکل دیگه ای که ولی اینجا برای روان درمانگر و روان به وجود میاد این که زجر اون شخص و او این گای وقتا علا رقم باور خودش و علا رقم میل باطنی خودش مجبور میشه برای اینکه درد مراجع کننده کمتر بشه بهش پیشنهادهایی رو بده ام. که شاید نخواد واقعا به این معنا که اون این باورش برای این نیست که این یک بدن اشتباه داره باورش برای این بدن تو درسته اما تو میتونی یک تنه علیه تمام این قانون و باورهای چمایی بجنگی اگه میتونی بجنگی منم در حد یک روان خیلی درمانگر خیلی مهمیه درست میگید یعنی یه روان درمانگر ممکنه احساس کنه که این شخص نباید مثلا عمل رو بکنه ولی درش توان مقاومت تا پایان <applause> عمر در مقابل اشتباه این <applause> این این رو که خیلی در نظر نمیگیرن در رابطه با مسئله همکاران ما در ایران چون من واقعا با بچه این نسل جدید که در ارتباط هستم، <applause> <applause> همه روشن هستن اون هم واقف که در دانشگاهشون داره تدریس های اجباری و اشتباه <تصفيق> <تصفيق> میشه, <میشه اما گای وقتا و میان مطرح میکنن میگن خب آی ظریف کا شما به با عنوان یکی که اونور هست شما با این قضیه چه جوری برخورد میکن ما این مشکلاتو داریم شما ارزیابی با مراجعاتی که داشتی اگر داشتی به روانشناس ها روانکاو ها روان درمان ها یا ده 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 تجربت تجربه چی میگه به یه سریشون میگفتن که نماز بخون و یه سریشون هم میگفتن شما, حت شما از نمیتونی از کسایی که توی حرفه روانشناس یعنی فکر میکردن راه حل اینه داشتن. یا میگفتن شما باید نماز بخونی یا یعنی اینکه از ایران باید بری متاسفانه این چیزی که به من میگفتن هیچ چیزی بهتر از اینی من نشنیدم. توی ایران من سه بار اقدام به خودکشی کردم و به خیلی بدی <laughs> می‌خوام بگم که ببینید قبل از اینکه من هورمون تراپی بکنم و خیلی وقتا سعی میکنم ظاهر مردونه ای داشته باشم ولی تا حرف میزدم مثلا یه چند دقیقه که میگذشت توی جمع پسر که بودم بودن به میکردن دختر خانم راحت باش ما درکت میکنیم حالا این یه مقدار زیادش با خاطر این بود که شما رو بکوبن یا توهین کنن هرچند من درونن به عنوان یه فمینیست هیچ مشکلی نداشتم دختر خانم باشم و میفهمیدم که این اینو دارم خودم مثلا زیاد هیچ وقت خودم و پسر ندیدم و همیشه احساس بدی داشتم که چرا من جز این حساب میشم چه جوری بعد به شما بگم من از اینا نیستم الان هم تو خیابون من رو نشون میدن میگن اون مرده شما اگه بخواین من همه این بحرانه رو داشتم که او جامعه بعد من نمیخوام این زندگی رو ولی در نهایت ما باید امروز نگاه نکنیم در صورت 20 سال، 30 سال، 50 سال و 100 سال آینده رو نگاه بکنیم که جامعه مجبوره منو اون جوری به پذیری که من بهش دیکته میکنم خیلی منو نخواستن وقتی که مثلا من اومدم بیرون به عنوان چی میشه به فارسی کامینگ اوت کردن آشکارسازی آشکار کردم خیلی رفتن دور بارم. ولی خیلی کسای دیگه اومدن که منو اینجوری میپذیرن و دوست دارن خیلی درصد کمی از جامعه هستن ولی من که قرار نیست با کل جامعه در تماس باشم و زندگی کنم همیشه کسایی هستن شما رو بپذیرن و درکت کنن به عنوان انسان پیش از پایان برنامه این سوال بپرسم که ممکنه دیگه خیلی فنی بکنه بحثو ولی مهمه بین هویت جنسی <متصفح> که شما میگی زنه و گرایش جنسی و گرایش جنسی چه تفاوتی هست چون ممکنه شما <متصفح> از نظر فیزیکی مرد باشی که راضی نبودی باش چون هویت جنسی زنانه بود زن بود ولی گرایش جنسی ظاهرا یه چیز دیگه است نه این دقیقا یه مسئله بزرگیه که تو ایران هست فکر میکنن که ببینید هم جنس بودن به نوعی مشخص میکنی که شما چینو رابطه جنسی رو را دوست دارید چون یا گرایش جنسی چیه گرایش جنسی ولی ترنس بودن یا تراجنسی بودن هیچ رفتی به گرایش جنسی شما نداره خب بذارید یه مقدار چون با سناریو رو فرض کنیم. میشه کسی چون خودش یک با... جنسیت تراجنسی بودن گرایش جنسی شما نیست جنسیت جنس این سناریویی که من می‌خواستم اگه یک تراجنسی زن هست مثل من میتونه هم جنس گرا آه. یا دیگر دو, دو جنس باشه بود, بود, بود که من می‌خواستم من... توصیف کنم ببینم چه این چیزی مرغوبه یا یعنی من یعنی شما با بدن مرد به دنیا اومدید هویت جنسیت اما زنانه است گرایش جنسیت به زن هاست بله، که بله. معنیش این است که شما همجنس خواه خواه جندر هستید و این خیلی پیچیده است به خاطر اینکه اون زمان تو ایران هیچ آگاهی چقدر نبود و من سال ها تو این بهر این رایجه؟ الان خیلیه یعنی تو نروژ اصلا به شدتی که خیلی کم پیدا میشه یه ترنسجندری رو پیدا کرد که دیگر جنس گرا باشه بله شما که تحقیق کردن در این زمین البته خیلی سخت ما در ایران کردن بله دقیقاً در ایران تعدادشون کمتره به خاطر اینکه در واقع یه چیزی هم که از خیلی از بچههایی بچه هایی که با این پدیده روبرو میشن میگن که خب چرا اگه میخوای با بری بله؟ شما, خودی خودی شما که به عنوان مرد راحت‌تر بله، 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 بود بله، متوجه نیستن که هویت جنسیتی که شما بهش اشاره کردین در واقع درکیه که شما از جنسیت خودتون دارید. احساس رضایت و رضایت دیگه اونو باید شما اول حلش بکنید. بله، میشه گفت که ترنسجندر بودن برای شما مم. یه مرحله دشواری بوده. و دشواری های زیادی ایجاد کرده و بعد تازه بعد از این دگر جنس خواه یا نمیدونم هتروسکشوال نبودن هم جنس خواه بودن هم یه مرحله دیگه یه سری مشکلات دیگه ایجاد کرده برات پنج سال پیش که من این موضوع رو توی گروه مون توی نروژ مطرح کردم حتی واسه اونا عجیب بود ولی من چون سکسولوژی خونده بودم میدونستم که اوکی هست و من یک ترنس همجنسگرا هستم و ولی الان در طول چند سال این موضوع خیلی جا افتاد چون خیلی آمدن بیرون و اینو گفتن و فهمیدن که اوکی هویت جنسی شما هیچ رفت به هویت به بی 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 بگی گرایش, بگی جنسی, جنسی, جنسی تو نداره بله. ولی خب من اگه اجازه داشته باشم همینجا شیوا جانو قطع می‌کنم ولی یه نکته رو بگم اتفاقاً چیزی که خیلی فاصله میندازه بین جامعه ترنس سکسوال یا تی اس ها و همجنسگرایان در ایران اون گفتمان قالبیه که میگه همجنسگرایان منحرفن و مجازات دلن. اعدام دارن دلن. دلن. و ترنس ها بیمار هستن و میتونن زندگی داشته باشن و خیلی هوموفوبیا یا همجنسگرا گریزی توی بچه های ترنس متاسفانه هست <تصفح> که فکر میکنن دائم تلاش دارن بگن ما هم جنسگرا <تصفح> نیستیم و بلی این نمونه خوبی است که خود برای ها ترنس ها رو میکوبن که شما ها متاسفانه در هر دوست هست در طول این مراحل هیچ پیش اومد جایی بگی که خب آره اونجوری که میخوان زندگی کنم و از این اونجوری که میخوان نه سی سال اون کارو کردم فقط مریض و مریض و مریض تر و افسرده تر شدم نه موقع هایی بوده که به ناامیدی رسیدم چون که میدونم اون چیزی رو که من نبودم و نمیتونستم باشم جامعه میخواد و این چیزی که من هستم و هیچ مشکلی هم نداره جامعه نمیخواد حالا من من چیکار کنم من که نمیتونم یک روز و یک ساعت نمیتونم اون شکلی زندگی کنم چون اگه هفتی بذاره اینجا من نمیتونم یک دقیقه اونجوری زندگی کنم من اینم ولی اینم آسون نیست حالا دیگه <تصفح> با خود شخص من از شخصی احساس من... خیلی خوبی دارم بسیار خوب خیلی ممنونم به آخر برنامه این هفته می دسیم. تشکر از شما که پایین بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه شیوا دلدار سیامک زریفکار و شادی امین این برنامه مثل برنامه دیگه پرگار به شکل پادکست یعنی نسخه شنیداری قابل دریافت اگر اینترنت شما ضعیفه یا اگر به وقت پخش تلویزیونی پرگار نمیتونید اون رو ببینید شاید پادکست راه چاره باشه ضمن پادکست رو روی کانال تلگرام هم از طریق تلفن موبایلتون میتونید بگیرید شب و روز بر همه شما خوش